در صبحگاه یکی از روزهای سرد پاییز سال 2011 پرنده ناشناس و بدون نشان از آسمانهای مرز شرقی ایران گذر می کرد هیچ صدایی نداشت، هیچ علامتی از خود نمیداد و رادارها به سختی می توانستند رد آن را بگیرند این پرنده چیزی نبود جز آرکیو 170 یکی از پیشرفته ترین پهبادهای شناسایی و جاسوسی آمریکا که طراحی آن برای عبور از مدرن ترین های جهان صورت گرفته بود اما این بار آنچه اتفاق افتاد نه در کتابهای نظامی نوشته شده بود نه در دستورالعملهای پنتاگون پیش بینی شده بود این پهباد بدون شلی حتی یک گلوله در خاک ایران فرود آمد و این نقطه آغاز یکی از پیچیده ترین پرونده های جنگ الکترونیکی و مهندسی معکوس تاریخ ایران شد ایران مدعی شد که با اجرای یک عملیات جنگ الکترونیکی و حمله سایبری پهباد را از کنترل ماهواره آمریکایی خارج کرده و با سالمترین حالت ممکن روی زمین نشانده است در ابتدا مقامات آمریکایی این خبر را تکذیب کردند اما تصاویر رسمی منتشر شده از سوی ایران که آرکیو 170 را دست نخورده و کامل نشان میداد تمامی تردیدها را از میان برداشت این پهباد که برای شناس های فوق سری در خاک افغانستان و احتمالا ایران مأموریت داشت ناگهان خود تبدیل به سوژه راهبردی برای تحلیلگران و مهندسان ایرانی شد اما این اولین و آخرین باری نبود که یک پهباد پیشرفته غربی در خاک ایران به دام میافتاد پیش از آن هم ایران موفق شده بود نمونه هایی از پهبادهای های کوچک و متوسط آمریکا و اسرائیل را شکار کند پهباد اسکن ایگل آمریکایی در خلیج فارس به دام افتاد و خیلی زود تصاویرش در تلویزیون ایران منتشر شد آنچه برای برخی کارشناسان صرفاً یک ابزار شناسایی ساده بود برای مهندسان ایرانی منبعی طلایی برای شناخت فناوری های ساخت سامانه های کنترلی و سیستم های مخابراتی پهبادهای های غربی بود چندی نگذشت که ایران نسخه بومی شده خود را با نام چون سفره ماهی و غیره معرفی کرد هرچند طراحی آنها به وضوح نشان از تاثیرات اسکن ایگل داشت پس از آرکیو 170 در میادین نبرد سوریه و عراق پهبادهایی با ظاهر شگفتانگیز و آشنایی در حال پرواز بودند آنها با آرکیو 170 شباهت بسیاری داشتند اما این بار رنگ و نشان ایرانی داشتند نامشان سائقه و شاهد 171 بود اگرچه از نظر فناوری به پای نسخه اصلی نمی رسیدند اما یک پیام را روشن می کردند ایران در مسیر تبدیل تهدید به فرصت جدی و خلاق است یکی دیگر از ماجراهای جذاب پهباد هرمز 450 اسرائیلی بود که در سال 2014 به گفته مقامات ایرانی هنگام پرواز بر فراز آسمان و جاسوسی از تأسیسات هسته‌ای رهگیری و فرود داده شد این پهباد دارای دوربین های بسیار پیشرفته و سامانه های رمزنگاری پیچیده بود و در صورت صحت ادعای ایران دستیابی به اطلاعات آن میتوانست یک شاهکار اطلاعاتی مهندسی باشد ایران بار دیگر با نمایش لاشه این پهباد قدرت ردیابی و نفوذ سایبری خود را به رخ کشید جنگ افزارهای الکترونیک در این میان نقشی کلیدی ایفا کردند ایران به کمک متخصصان خود توانست سامانه های نویز، جی پی اس و حتی نفوذ به لینک های ارتباطی پهبادهای های دشمن را توسعه دهد این اقدامات موجب شد در برخی موارد پهبادها بدون آگاهی از موقعیت خود مسیرهای اشتباهی را طی کرده و در مناطق تحت کنترل ایران به زمین بنشینند از دل این غنائم و مطالب پهبادهای بومی با قابلیت رزمی، شناسایی، مراقبت و حتی عملیات انتحاری طراحی شدند. های نظیر شاهد 129 با برد بلند و قابلیت حمل بمب، فوتروس با ظرفیت بالای پروازی و کمان 22 که از بزرگترین پهبادهای رزمی ایران محسوب می شود. مهمتر از همه پهبادهای انتحاری شاهد 136 و شاهد 131 بودند که به پس از استفاده در میدانهای نبرد اوکراین توجه جهانی را به خود جلب کردند این پرنده ها که از لحاظ سادگی طراحی هزینه پایین و اثر بخشی عملیاتی شهرت یافتند نتیجه تجمیع تجربه های متعددی بودند که بخشی از آنها از طریق مهندسی معکوس پهبادهای مصادره شده به دست آمد ایران در این سالها بیش از 20 پهباد دشمن را به اشکال مختلف رهگیری یا بازیابی کرده است برخی از آنها همچون آرکیو 170 به شکل کامل و برخی دیگر به صورت قطعات پراکنده یا لاشه های آسیب دیده این قناعیم نه تنها در توسعه فنناوری های داخلی موثر بودند بلکه جنبه های راه بردی مهمی نیز داشتند برای مثال آشنایی با ساختار سیستم های رمزنگاری شده، سامانه های دایت محوره ای و سیستم های راداری دشمن باعث شد ایران بتواند اقدامات ضد پهبادی موثرتری را نیز توسعه دهد در سطح منطقه‌ای نیز تاثیر این پهبادها ملموس بوده است گروه های همپیمان ایران در غرب آسیا از حزب الله لبنان گرفته تا انصار الله یمن اکنون از پهبادهایی استفاده می کنند که طراحیشان به وضوع شباهت با نمونه های بومی سازی شده ایرانی دارد. این پهبادها با دقت بالا اهداف را شناسایی و منهدم می کنند و به ابزاری کلیدی در جنگ های نامتقارن تبدیل شده در کنار همه این موارد نباید از بود روانی و سیاسی مسئله نیز غافل شد انتشار تصاویر پهبادهای مسادره ای در رسانه های ایران ضربه ای به حیثیت تکنولوژیکی کشورهای غربی وارد کرد این مسئله به ویژه در مورد RQ 170 به عنوان نماد فناوری پنهانکار آمریکا بسیار سنگین بود ایران با نمایش این پرنده در تلویزیون ملی و بعدها با پرواز نمونه مشابه آن در رژه نظامی عملا پیام ما میتوانیم را در داخل و خارج مخابره کرد از نگاه تحلیلگران شاید یکی از دلایل اصلی توسعه سریع صنعت پهبادی ایران در دهه اخیر دسترسی به همین منابع فناورانه ناخواسته بود اگرچه ساخت یک پهباد صرفا با مشاهده ظاهر یا حتی مهندسی معکوس ممکن نیست و به تجربه دانش و زیرساختهایی نیاز دارد اما این غنائم به مانند شتاب دهنده های عمل کردند که مسیر پیشرفت را کوتاهتر و پرشتابتر کردند المسيرة بمحرك مروحي ضغط ثلاثي الأذرع وب... به طور خلاصه پهبادهای مصادره‌ای برای ایران فقط ابزارهای نظامی نبودند آنها کلاسهای آموزشی پرنده‌ای بودند که از آسمان دشمن به زمین ایران آمدند هر کدام حاصل دهها رمز و دانش و نکته فنی بودند از طراحی بدنه و بالها گرفته تا نرم افزارهای پروازی های هدایت ماهواره‌ای و حسگرهای پیشرفته ایران با هوشمندی آنها را مطالعه کرد بازسازی کرد ارتقا داد و بومی سازی کرد امروز جمهوری اسلامی ایران نه تنها یکی از تولید کنندگان اصلی پهبا در منطقه است بلکه با صادرات این فناوری به متحدان منطقه ای نقشی تعیین کننده در توازن قوا در غرب آسیا ایفا می کند اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما